دوستان با یه درس دیگه در خدمتتون هستم در این درس پسند مالکیت رو بهتون درس میدم قبلا پسند مالکیت رو به طور مختصر یه اشاره در ویدیوی داشتن داشتیم که اونجا یه مقدار توضیح داده بودم ولی با توجه به درس خصوصی که دارم لازم دونستم که یه ویدیو جداگونه برای اون داشته باشیم خب امیدوارم که قلم کاغذتون رو حاضر بکنید و یادداشت بکنید و اگر تا اینجا با ما بودید یه چی میگن یه ویو ساده خیلی راحت میتونه این مورد ها رو برای شما یادآوری بکنه بریم سراغ درسمون خب پسفند مالکیت این گروهی که سمت راست میبینید وقتی سمت چپ میبینید پسفند هایی هستن که به کلماتی وصل میشن که حرف آخر اونها صدا دار هستش و این طرف گروهی هستن که به کلماتی وصل میشن که حرف آخر اونها بی صدا هستش حالا ما میریم این مورد سمت چپی رو مثال هاشو ببینیم اگر حرف آخر کلمه من آ و یا او باشه، این پسوندها ها رو خواهد داشت. مثال میزنیم، بابام، بابان، بابا سه، بابامز، بابانز، بابالار که میشه پدرم، پدرت، پدرش، پدرمان، پدرتان، پدرشان. همونطور که میبینید حرف آخر کلمه آ هستش اگر حرف آخر کلمهمون ا و یا ای باشه پسوندی که میگیره صدای ای رو خواهد داشت و یا همینایی هستن که اینجا میبینید مثال میزنیم آنم آنن آنسی آنمیز آننیز آنلری مادرم مادرت مادرش مادرمان مادرتان مادرشان حالا اگر صدای آخر کلممون ا او و یا ای باشه پسوندامون به این شکل هستن مثال میزنیم خب تو این مثال ها من چند تا کلمه مختلف را آوردم چون مثال ها با پسوندا نمیخوره بعضی وقتا sözlü sözlü به کسی میگن که قول ازدواج بهش داده باشی به معنای نامزد هستش نامزدی در ترکیه دو مرحله داره یه مرحله هست که قول به هم میدن خانواده ها بعد این دو نفر میشن سوزلو یه مرحله هم هستش که انگشتر دستشون میکنن اونجا میشن نیشانل بنابراین هر دو تا کلمه به معنای نامزد هستش گفتم که بدونید خب سوزلم نام زدم نامزدت، نام زدت یعنی روکش مثلا رو تختی رو میزی اینا همشو میشه روکش ارتوسو اتومز اتوی من اتونز اتویتان دستگاه اتو رو منظورمون هستش ارگولری بافتنیشان ارگو به هر چیز بافتنی که مثلا قلاب بافی باشه چه توری باشه و یا بافتنی کاموا باشه میگن ارگو خب اگر صدای آخر کلممون او و یا او باشه پس فندمون به این شکل خواهند بود مثال میزنم دویگوم یعنی احساس دویگو یعنی احساس دویگوم یعنی احساسم دویگون، دویگوسو، دویگوموس، دویگونوس، دویگولاره احساس هم احساسش، احساسش، احساس من، احساستان، احساسشان خب، بریم مثال بعدی با پسوندهایی که به کلماتی وصل میشن که حرف آخرشون بی صدا هستش خب اینا رو داریم بریم ببینیم که چطور هستن اگر در هجای آخر کلممون این دو صدا رو داشته باشیم یکی از این دو صدا رو داشته باشیم پس به این شکل خواهند بود به دلیل هماوایی صدا خب کلمه کاردش رو انتخاب کردم که یه توضیحی هم بدم راجع به کاردش کاردش به معنی خواهر و برادر هستش چه بزرگ چه کوچیک وقتی در کل راجع بهشون صحبت میکنیم بیشتر برای خواهر برادر کوچکتر استفاده میشه چون برای خواهر بزرگتر میگن آبلا برای, برای برادر بزرگتر میگن آبی برای اینکه دختر و یا پسر بودن خواهر کوچکتر رو هم مشخص بکنن میگن کز کاردش ارک کاردش حالا من اینجا اینو خواهر معنی کردم کاردشیم کاردشین، کاردشی، کاردشیمیز، کاردشینیز، کاردشلری اگر در هجای آخر کلممون صدای او و یا او رو داشته باشیم فسفندمون به این شکل خواهند بود تلفنوم، تلفنون، تلفنو، تلفنوموز، تلفنونوز، تلفنلارو اینا هم به این صورت در هجای آخر صدای او رو داریم خب اگر در هجای آخر صدای ا و یا او رو داشته باشیم پس وندامون به این شکل خواهند بود مثال یوز یوز یعنی صورت یوزم یوزن یوزو یوزمز یوزنوز یوزلری صورتم صورتت صورتش صورتمان صورتتان صورتشان خب اگر در هجای آخر من آ و یا او رو داشته باشیم پس فندمون به این شکل خواهند بود مثال بیلگی یعنی کامپیوتر بیلگی bilgisayarın بیلگی سایرون بیلگی bilgisayarları. خب حالا میریم سراغ کلماتی که آخرشون به چهار صدای ک، پ، چ و ت ختم میشه. این چهار تا حرف اینجوری تغییر پیدا میکنن. اگر ک باشه تبدیل به یوموشاک یه میشه و صدای غین و یا یه میده. فرق میکنه معلوم نیست که کی صداش فرق میکنه اگر پ باشه به ب تبدیل میشه اگر چه باشه به ج تبدیل میشه اگر ت باشه به د تبدیل میشه حالا دونه دونه مثال میزنم کولاک یعنی گوش چوجوک یعنی فرزند بچه یوزوک یعنی انگشتر ببک یعنی عروسک و یا نوزاد برای اینا پسوند اول شخص رو آوردم کولاک کولاغم چوچوک چوچوغم یوزک یوزیم ببک ببیم تو این دوتای اولی صدای یوموشاکگه به صورت غه هستش توی دومی توی سومی و چهارمی یه تلفظ میشه یوزیم ببیم خب کلماتی که, که آخرشون به پ ختم میشه چراب یعنی جوراب اسلوب، یعنی آداب معاشرت کتاب یعنی کتاب راکیب یعنی رقیب چورابم جورابم اسلوبم رفتارم کتابم کتابم رکیبم رقیبم حالا کلماتی که, که به چه خط میشن آراج به معنای وسیله نقلیه هستش اروچ روزه گوچ قدرت، سوینج، خوشحالی آراجم، ماشینم، اروجم، روزه ام گیجم، قدرتم، سوینجم، خوشحالیم حالا بگم سراغ کلماتی که آخرشون به ته ختم میشه خیلی کم هستن این کلمه ها به زور پیدا کردم خب، تات به معنای مزه اینجا که پس من بهش میدم به معنای کیف و حال هستش روحیه وجود یعنی بدن تاهود یعنی قول دادن تعهد کردن همون احمد هم اسم خاص هستش دیگه پیدا نکردم خب تات تادم یعنی م... حال و کیف و روزم وجودم بدنم تعهدم تعهدی که دادم احمدیم یعنی احمدم مثلا من بخوام به فرزندم که اسمش احمده بگم چی مثلا احمدم احمد قشنگم فلان بهمون یه هم چیزی اینجا هم باز ت تبدیل به د میشه خب دوستان امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه یه مروری شده باشه به چیزهایی که قبلا میدونستید اگر سابسکرایب کردید ولی هنوز زنگوله رو نزدید زنگوله رو بزنید چون معلوم نمیشه که من دوباره کی بخوام ویدیو بذارم براتون هر سوالی داشتید میتونید راجع به زبان ترکی زندگی در ترکیه مهاجرت به ترکیه سرمایه گذاری در ترکیه خرید و ملک و املاک هم میتونید بپرسید موفق باشید